سلام، وقتتان بخیر، به محور خوش آمدید. معاون اقتصادی ریاست وزرا از آغاز کار مسیر دوم بزرگراه کابل سیدآباد میدان وردک را افتتاح کرد. ملا عبدالغنی برادر از مسئولان شرکت های قراردادی میخواهد که این جاده را معیاری و با کیفیت بسازند و در جریان ساخت و ساز برای مسافران کابل کندهار مشکلات ایجاد نکنند. وزارت فواید عامه میگوید که ساخت و ساز مسیر دوم بزرگراه کابل سیدآباد میدان وردک که 49 کیلومتر است 3 میلیارد افغانی هزینه برمی‌دارد. معاون اقتصادی ریاست الوزراء در برنامه گشایش آغاز کار پروژه مسیر دوم بزرگراه کابل سیدآباد ولایت میدان وردک میگوید که این مسیر در جهت تقویت بنیاد ترانسپورت کشور از ارزش بالایی برخوردار است. ملا عبدالغنی برادر می افزاید که این جاده افزون بر وصل پایتخت با ولایت های جنوبی بر اتصال کشورهای منطقه نیز نقش مهم دارد. در افغانستان اسلامی امارت در ترانسپورتی زیربنا و درغولو و فراخولو په برخه کې کلک هوډ لري او په دې برخه کې تاسو وینئ چې په مسلسل توګه عملی ګامونه اخیستل کیږي. 1500 کلچکه نه پلونه پکشي د دې سړک څخه یو سلو د دې سړک څخه نه څلوېښت کیلومتره و دغه شرکت په چې نن یې افتتاح کړی ده و دا شرکت ته ورکول شوی دی. در سوی دیگر والیان کابل و میدان وردک نیز ساخت و ساز جاده یرغنده تا سیدآباد را در زمینه ایجاد سهولت برای انتقال کالاها و رفت آمد مسافران مسیر کابل جنوب با اهمیت می دانند. اوز ده وقت را رسیده دی چې امارت اسلامی په هغه وقت که ژمنه کرده و چې موږ به خپل ولس ده کار زمینه مساعده و او ولسونو ته به عمل منفعه کارونه برابر و منگ و ده تاسی ده جنوبی ولایاتو د ټول ولایتونو هغه ستونزې او مشکلات به د دغه افتتاح سره انشاءالله په وخت تیرېدو سره حل کیږي. با این حال مسئولان شرکت قراردادی در حضور مسئولان امارت اسلامی تعهد می سپارند که ساخت و ساز مسیر قرارداد شده این بزرگ راه را در زمان تعیین شده و با کیفیت معیاری به بهره برداری خواهند سپرد. پروژه ټول بودیجه تخمینا لکه مخکې چې جمله صاحب وزیر صاحب ټول پلازا را غنده په حدود 3 میلیارد افغانۍ کم زیات تخمین شوی. ټول محترم حضور ته بشپړ ډاډ درکوم چې ان شاء الله العزیز دغه پروژه به د نړیوالو استانداردونو مطابق په ټاکلي وخت او د افغانستان د اسلامي امارت د قوانینو په چوکاټ کې پلی کیږي. خرابی مسیر بزرگراه کابل هرات که چندین ولایت جنوبی کشور را نیز در بر دارد به عنوان یک چالش بزرگ در برابر انتقال کالاهای بازرگانی و ترانزیتی و همچنین رفت آمد مسافران شمرده می شود. وزارت فواید عامه ساخت و ساز این بزرگراه را به دستور رهبر امارت اسلامی از طریق گرفتن حق العبور از رانندگان در چندین نقطه به راه انداخته است. در این بخش از محور در رابطه با ساخت و ساز بزرگراه کابل سیدآباد بیشتر صحبت میکنیم با مهمانان آقایان آذرخش حافظی آگاه مسائل اقتصادی از طریق خط اسکایپ به ما وصل شدند و همچنان اینجا در استودیو آقای شیرباز کمین ساده رئیس اتاق معادن و صنایع حضور یافتند. خیلی خوش اومدید مهمانان گرامی، سپاسگزار حضورتان. قبل از اینکه من از حافظی بپرسم کمین ساده سپیجا بدین که شما آغاز بکنم، فکر میکنیم اهمیت بزرگراه کابل سیدآباد میدان وردک در چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نخست از همه سلام به شما بیننده های محترم تلویزیون طلوع و جناب اوپیزی صاحب. خدمت شما به عرض برسانیم که واقعا در یک شکی نیست یکی مشکلات عمده افغانستان زیربنا و جاده ها هستند که به شکل غیر معیاری، حتی یک سرک هم به شکل معیاری ما در کشور تا حالا نداریم. سرک کابل قندهار هم که ما میبینیم اکثرش از بین رفته و سر کیفیت خرابی که سرک داشت با جز که میلیون ها دلار بله، هزینه شد بسیار زیاد مصارف شد سر اینا. اکثر سرک هایی که حتی ما شما در نزدیک های کابل میبینیم که اکثر سرک ها تخریب شده دفعه دوم باید پس جور شوه و این سرک ما به می سرک تقریبا چند دفعه رفتیم و آمدیم دیدیم تقریبا در حدود 12-13 ولایت به طرف چی ولایت جنوبی که است بسیار ازدحام است، به حد ازدحام است که هر روز امی حادثات ترافیکی دلخراش صورت میگیره بدبختانه و خاکزا در اینجا که میوجات است میوجات به شکل درست حتی انتقال نمیابه، اکثر میوجات در راه به اثر ای که سرک خراب است و جمپ و جول هستی بلکل از بین میره و در اینجا اگه انگور هست، اگه بادمجان رومی هست، اگه سیب هست، اگه زردالو هست،
میوه‌جاتی که بسیار نازک است و به اثر راه مثلا ما انگور داریم بالکل با مشکلات عظیم روبرو هستیم. دومی که حالا این سرک یک اهمیت دیگه که پیدا کرده بسیار مهم است که ما اکثر واردات خود از بندر کراچی ولی ما زیاد واردات نداریم. اگر شما ببینید تقریبا به نسبت از نسبت بیشترم به کم تقلیل کرده. اگر ما روزانه از بندر کراچی 700 کانتینر واردات داشتیم، حالا از بندر کراچی من مطمئن هستم که ما روزی 50 کانتینرم واردات نداریم. همه واردات ما طرف چابهار شد و بندر عباس شد و خریداری های ما اکثر از طریق ایران صورت میگیره. و از طرف پاکستان هم که ما خریداری میکردیم، مثلا بیلانس واردات که اونا داشتیم که ما تقریبا واردات 3 میلیارد دلار هم رایشان واردات داشتیم. حالا همین واردات به 500 میلیون 600 میلیون دلار آمده که تقریبا برعکس که ایران واردات ما تقریبا به 3 میلیارد دلار رفته. و این سرک بسیار نیاز مبرم مردم افغانستان است و این ولایات است. این دو سرک ما بسیار سرک های اساسی است، یکی که به طرف کابل تا هرات رفته و دیگه سرکی که به طرف کابل تا مزار شریف رفته و ها کذا تا ترخم. این سه سرک های ما بسیار سرک های مهم است. روی اهمیت این بزرگراه ها میخوایم بپرسم، شهرها و اتصال منطقه‌ای و چه تاثیر میتونه بر مسائل اقتصادی در افغانستان داشته باشه، هرچند اشاره کوتاهی هم داشتین، ولی 49 کیلومتر گفته شده طول ازی خب و قرار است که 3 میلیارد افغانی هزینه برداره. فکر میکنید که هزینه این گفته نیست؟ بله، گوری دغه سرک چه کله جوړیږي، دغه سرک په عقل و بور جوړیږي. کله چې په عقل و بور جوړیږي په 3 میلیارد ډالر باندې افغانۍ باندې علت یې دادی چې د پیسې دغه قراردادی شرکت په اول ورځ نه اخلي یا مثلا پیش پرداخت نخلی چاچ کار سومره تکمیلی گه نخلی د پیسې بده ورو ورو د عقل بور د طریقې اخلی مثلا یا ممکن په 50 کالو کې ممکن پلاسو کالو کې بل اجل تعین میشه. بله په دغه وخت کې او طبعا عقل بور به تعینیږي او دغه سرک تقریبا په دوو پړاوونو کې چې یو د په مخ کې د قرارداد شوی و چې وسته ارغندینه تر میدان وردګ او سید آباد یا شیخ آباد پورې ته دې ځا پورې به نه څلوېښت کیلومتره دی. دا به په اول پلاو کې په یو نیم کال کې تکمیلیږي چې اکثره کارونه یې شوي او باقي نور سرک چې شپېته کیلومتره دی هغه به بیا تر غزدي پورې هغه به هم په د وزیر صاحب د مطابق چې هغه به هم په سخت په قرارداد ورکول کېږي. دا یو بل د دغو ولایاتو دپاره او بلخص د غونډ افغانستان دپاره یو خاص اهمیت لري. بسیار تشکر کمینزاده، سپر میکردم حافظ وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدین. دید شما رو میخوایم در رابطه با اهمیت این بزرگراه داشته باشیم، هرچند کمینزاده سپر شرایط داشتن. دید شما به این پروژه چی است؟ سلام بر شما. وعلیکم السلام. دوست و همکار عزیز ما و همچنان بیننده قدر تلویزیون طلوع، شما میدانید که مواصلات یا موجودیت راه ها بسیار ارزش اقتصادی کلان داره و ارزش اجتماعی داره برای حفظ وحدت یک جامعه و یک مملکت. بسیار اهمیت سیاسی داره، اهمیت نظامی داره و زیادتر اهمیت اقتصادی داره. متاسفانه طوری که اشاره بیشتر فرمودن، متاسفانه افغانستان متازه تک سرک رکالی میسید و ما برش خوش هستیم. این سرک است که 60 سال پیش ساخته شده به زمان سلطنت نوازرت محمد ظاهر شاه با کمک ایالات متحده امریکا از کابل تا قنداری سرک ساخته شده بود. یک سرک مطابق با میارهای بیش از نیم قرن پیش بود، اوقدر تردد هم نبود، تعداد ارادات که در افغانستان بسیار کم بود. حال ما ضرورت داریم که بزرگراه ها داشته باشیم. این شهرها نیست، بزرگراه راهی را میگن که شش خطی طرف باشه، شش خطی طرف رفت باشه، آمد باشه و تمام میارهای بیندلی و نرمه ها را در خود داشته باشه، او را بزرگراه یا شهرها میگن. این یک راهی است که حال فعلا در بین قریه در اروپا و اینجا هم که سرک هم میسوزن، از این سرک که کلانتر است. به این خاطر ما نیازمند ایجاد راه های بزرگ ترانزیتی هستیم، چون افغانستان یک موقعیت و لوکیشن داره که آسیای جنوبی و آسیای مرکزی رو با هم وصل میکنه، آسیای شرقی و آسیای غربی رو با هم وصل میکنه. اگر ما خطوط مواصلاتی نداشته باشیم، ده هوا خو نمیشه که آدم لاف بزنه که ما یک مرکز ترانزیت منطقه هستیم. شما خبال باید راه داشته باشین. خب یک گام خوب است که سکتور خصوصی دخیل شده در این مسائل
ولی کافی نیست. 40 کیلومتر در مقایسه با 25,000 کیلومتر راهی که ما ضرورت داریم بسیار اندازه کم است، ولی دراسترین راه از یک گام شروع میشه. امیدوار هستم که راه دوام پیدا بکنه. فعلا از مزرعه تا مارکت بیش از 40% تولید ما از بین میره. محصولات بسیار زیاد تولید میکنن به اثر خرابی راه ها و به اثر از اینکه زمان زیاد میبره که یک جنس از یک جای به دیگه برسه، ای زایی میشه. و در این زمان به خاطر تامین روابط ترانزیتی با کشورهای مختلف ما به راه ضرورت داریم، به خطوهان ضرورت داریم و این راه ها باید به شکل معیاری و اساسی ساخته شود. بله. و ما یقین کامل افغانستان متاسفانه در شرایط توان مالی از این نداره که بزرگ راه های چندین هزار کیلومتری را بسازه، و اما ضرورت است که باید ساخته شود. اما از یک 3 میلیارد افغانی از این میشه فکر میکنین که یک پول هنگفته است؟ از حافظی صاحب خب 3 میلیارد افغانی تقریبا 40 میلیون دلار میشه، یعنی کیلومتر به 1 میلیون دلار تقریبا ساخته میشه. این که سبب است که کیفیت سرک چطور است، عرض سرک چقدر است، مزخامت کانکریتی که میندازن چقدر است، مینتیننسش هست یا مثلا از مراقبتش شامل ازی یا نیست، دو طرفی است و جویی ها داره دیگه، علائم ترافیکیش دقیق است، درست است، پیاده روها داره، راه های برای وسایط کوچک مانند موترسیکل و بایسکل گپا دارن ندارن. اگر تمام از این مؤلفات داشته باشه درست است، ولی اگر یک سرک ساده 7 متر باشه مثل که در گذشته این سرک کابل قندار 7 متر عرض داشت و این بسیار یک سرک خرد بود و بعد هم که بازسازی شد با یک کیفیت درست ساخته نشد، کلش وقتی که قیرم داشت جنبای بسیار زیاد داشت، بخشی و بلندی های بسیار زیاد داشت و بعد یک سال هم دوام نکردم و وقتی که دوباره ساختن. اگر در مسیر از این باز پلچک ها و پلا و چیزا هم باشن، 1 میلیون دلار به 1 کیلومتر سرک گرچه زیاد است، اما اگر میاری باشه سرک خوب است. درست است. بسیار تشکر، سپاس دارم. برمیگردم کمی زیاد چپ عشان صحبت های میشد در این خصوص، بارها میلیارد ها دلار و بگم تریلیون دلار، تریلیون ها دلار در افغانستان مصرف شد، ولی تا اینجای کار که پیشتر اشاره کردین افغانستان یک بزرگراه و شهرهای میاری در افغانستان وجود نداره و نداریم. چرا فکر میکنین ما فاقد زیربنا و زیرساخت هستیم؟ پدی که شک نشته چه افغانستان واقعا لوی سرکونو تا ضرورت لری، بزرگراو تا ضرورت لری، اما دی موگ دقیق اقتصادی حالت دسته که وقتی که و لبد مرغه موگ تا سرمایه جذب نشوه کرای با وجود دی که ما وار پو وار ویلی که 2 تریلیون دلار دی افغانستان اقتصاد تراغ دل نلیوال طولن دا ادا که، اما لبد مرغه موگ و نشوه کولایی که دا جذب کرو او پا دس زیربنایی پر وجود ولگو. ز په سخت ازیات اشاره نه کوم د افغانستان خلکو ته ټول واضح دي، از هر وین شمس دي چې موږ یو زیربنایي پروژه و نه شوای کولای چې دغه پیسو پر اتاک سره یو لاقل پلی کو دي شپخونی نه نیولې ته سرک دي، سرک نه نیولې ته پانتونه، پانتونه نیولې ته بارقه سو سچ دي، هیڅ موږ هر څو حتی دغه سالنګ تعمیر نه شوای کړای. خو اوس نو په دې کې شک نشته چې نړیواله ټولنه خو او دا توقع چې موږ د نړیوالې ټولنې نه لرو چې موږ ته د سرک هم جوړ کړو، کور دې ورته جوړ کړو، شپخانه دې ورته جوړه کړو، میدان هوایي دې جوړ کړو، دغه توقع اصلا دغه افغانان په بیراهه روان کړي. زه فکر کوم د بل نه دا توقع کول چې دی تا ته کور جوړ کړو، دی تا ته سرک جوړ کړو بې د کومه هدفه او مدانه، ده بالکل د سلیم عقل خاوندان دا فکر نه لري. افغانان باید خپل رټول شي په خپل ظرفیتونو فکر وکړو که جوړوي هم یو بل ملک داسې جذب کو سرمایه گذاری دی بل ملک چې د ټول سیستم چې دی دا ورته وار کو د 2 کالو 3 کالو 10 کالو. مثلا ګوره په گاوند کې موږ د پاکستان موټر وی لرو و کوریایي شرکت ته ورکه، کوریایي شرکت ته 10 کالو د پوره ورکه موټر وی جوړه ک شروع وکړه د لاهور نه تر اسلام آباد راولپنډی پورې. همدغې وخت کې پاکستانی کارګرانو او پاکستانی شرکتونو دا ظرفیت پیدا کړو، تخنیکي ظرفیت چې دوامه موټر وي د پېښوره چې جوړه شوه د اسلام آباد نه دا داخلي شرکتونو جوړه کړه. په دغې کې هم حتی که بهرنۍ پانګونه داسې جذب شي چې قوي شرکتونه راشي په دې باندې کار وکړو هغه ډېر که. خو زه یو خبره کوم چې الحمدلله د افغانستان داخلي خصوصي سکتور هم اوس د ویلو دپاره یو څه لري، ظرفیت لري،
او چې دا درست برنامه ریزی شي او دغه نه کار وخستل شي. زموږ اکثر شرکتونه ما د ډیر د خوشینۍ سبب چې و ادا و پاول امارات اسلامي کې اکثر خلکو دغه ماشینری بیرته دوبی ته تا انتقال اوله. نو اوس الحمدلله د ماشینری ته خو په افغانستان کې بخته ده که په کشت په بخته ده که په معدنو په بخش کې ماشینری کار کو. حتی موږ اوس واردات لرو، د لوډرونه او بلدوزرونه او د وسایط د نقلیه روزانه د خلو واردوی، ځکه چې ضرورت او زښت ورته زیات دی. تاسو ګورئ په د کابل کې سړکونه جوړیږي، نو د خپل ملک د بودیجې مطابق او د په دغه داخلي ظرفیتونه الحمدلله زموږ ایجاد شوي. په اولو شپو کې میشه از می ظرفیت های داخلی و خب بار هرچند وقتی صحبت میشم مرا به گذشته برمیگردیم، میگیم در گذشته کار نشده. حالا که 3 سال گذشت از حاکمیت امارت اسلامی، فکر میکنین شما هم همیشه هستین در نشست ها ما هستین، حضور دارین و میبینین، دید و پاسیدم دارین، چقدر کار روی معیاری سازی همی بزرگراه ها صورت میگیره داخل در همین بخش اگر صحبت ما یک فکر کنم شما ببینین همی سرکی که جور شده از کمپانی سرک جور شده، حالا ما میبینیم تا ما صاحب سید آباد لاین اولشه، خط اولشه توجه تکمیل شده. ما تقریبا 2-3 روز قبل به این سرک رفتیم. واقعا سرک آدم گفته میتونه که به شکل درست جور شده. خط دومش هم اگه به خیر جور میشه، بعضی کارهای شروع شده. انشالله امیدوار هستیم که تا 6 ماه 7 ماه بخشش به قریزی خط دوم آماده شد و پلچکایش به شکل معیاری جور میشه. در این سرک در امتداد این سرک تقریبا 542 دانه تنها پلچک است، 9 دانه پل کلان است که در مسیر راه است و این خط دوم بسیار بسیار از ضرورت های مبرم امی جاده کابل و قندهار است. درست. که باید یک توجه خاصی به این صورت بگیره. خوب حال ما میبینیم که شاید این سرک از یک طرف ما فکر کنیم که قیمت زیاد باشه، اما از طرف دیگه ما میبینیم که امی پول اینا را ما چه قسم در بیاریم. مثلا پولش به شکل نقد نیست. در سابق در وقت جمهوریت وقتی که کسی کار میکرد، در چند پیصد که کار میکرد، پول خود به تکمیل درست. سرک میگرفت. اما این پول شاید در 10 سال و 15 سال تکمیل شود که یک کسی بگیره. طبعا قیمتش نسبت به این باید یک چند اضافی باشه، چون یک سرمایه‌دار پول خود در 10 سال میگیره و سرمایه‌دار یک پولی که در 1 سال میگیره قیمت او باید نسبی باشه، چون پولش از دوران میفتد، این چکی نیست. و دیگه ما فکر میکنیم که حال امو بودیجه سابقه هم نیست. حتی امی پول خود ما و شما که است این کسی برای ما نمیته، چی رسه به ای که در پروژه عمرانی و در پروژه اساسی و زیربنایی هم رای ما کس کمک کنه. و ما بازم همی میگیم از طریق امی تلویزیون شما که به ظرفیت های داخلی کار کنیم. اگه افغانستان جور میکنه، افغانا جور میکنه، کسی دیگه برای شما جور نمیکنه. اگه جور میکرد روسا جور میکرد، اگه جور میکرد آمریکایی‌ها و ناتو جور میکرد. بینان خود ما چیز داریم از امی ظرفیت های داخلی استفاده کنیم. سپاسگزارم. حافظی سه بشاره هم که داشتین، ولی میخوام مفصلترم بپرسم که چقدر حالا نیاز است که روی زیر ساخت خود در افغانستان کار شود. خب هرچند در گذشته هم گفتم میشه، حالا گفتم میشه که یکی از عمده ترین مانع فرارای سرمایه گذاری در افغانستان نبود، زیر ساخت ها در کشور بوده. در گذشته هم که نبنی و بی‌ثباتی یکی از بهانه‌های بزرگی بوده که حالا جای یا خریدار نداره در بازار. چقدر نیاز است که روی این مسئله تمرکز جدی شود؟ ما 60 سال پیش در 1340 تا 1350 ما در حدود 2400 کیلومتر 2420 کیلومتر سرک معیاری به اون معیار وقت داشتیم. سرک کابل قندهار به کمک آمریکایی‌ها ساخته شده، سرک کابل به قندهار هرات به کمک شوروی‌ها ساخته شده، با سرک هرات تا به تورغندی و او طرف تا به اسلام قلعه ای هم به کمک شوروی ها ساخته شده، پروژه کانال ننگرهار به کمک شوروی ها ساخته شده، سرک سالنگ تا مزار شریف و شورغان و او طرف تا شیرخان بندر به کمک شوروی ها ساخته شده، بند برق نغلور شوروی ها ساختن، بند برق کجکی و دالر امریکایی ها ساختن، پروژه انکشاف وادی هلمند و ارغنداب امریکایی ها ساختن، سرک کابل جلابات و جلابات تورخم آلمانی ها ساختن، جرمن ها ساختن، و بند مایپر و بند سروبی را آلمان ها ساختن، بند برق وردک چک وردک که میزایس و زموجه هست امیرم آلمانی ها ساختن در وقت زمانش. بنابرای دلیل مناسبات بین دلی داشتن به شرط به صورت بی قید و شرط که اثارت آور نباشه یک کار خوب است،
ما یک کشور جدا از جامعه بین‌المللی نیستیم. باید ما افغانستان منزوی نسازیم، نه در اقتصاد و نه در سیاست و نه در مناسبات اجتماعی. افغانستان حق دارد که بر اساس برنامه توسعه پایدار سازمان ملل متحد دارای بزرگراه‌ها باشد، دارای برق باشد، دارای خدمات صحی باشد، دارای خدمات تعلیمی باشد. این چیزای مشروع اسیر جامعه بین‌المللی که به ما کمک میکرد به خاطر دلایل مختلف وجود داشت و اکثر دلایلش استعماری نبود. حال هم ما میتونیم که به صورت بی‌قید و شرط ما این کارا را بکنیم و ما نباید توجیه کنیم، میره مشکلات باید به رسمیت بشناسیم. مشکل همی است که هیچ کشوری در انزوا و تنهایی خود متکی به منابع داخلیش مانند کشور بازمانده افغانستان کشور خرمانده نمیتونه کارهای بزرگ انجام بده، نمیتونه برای پیشرفت و ترقی پا به پای جامعه بین‌المللی حرکت بکنه. در نظر اینکه نیاز است با جامعه جهانی وصل باشیم، اما حافظی صاحب ظرفیت های داخلی هم فکر میکنن حالا هست که روش بتونیم حساب بکنیم در رونق مسائل اقتصادی و منظورتان اگه سکتور خصوصی افغانستان باشه. در گذشته سکتور خصوصی افغانستان بسیار امکانات خوب داشت، مثلا بانک ملی را سکتور خصوصی ساخته بود. عبدالنجید خان زابلی رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری صنایع افغانستان که مؤسس اتاق بود، همی برشنا را مو ساخته، همی بانک ملی را او ساخته، بانک رهنی و تعمیراتی، بانک انکشاف زراعت و بانک انکشاف صنایع، بانک انکشاف صادرات، تمام همی بانک ها حاصل سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی بوده. حالا تمام صنایع ما از سکتور خصوصی افغانستان است. همی سرمایه تجاری که مثلا 10 میلیارد دلار است، 10 میلیارد تنها ظاهرش است. در بیشتر از این بسیار سرمایه‌گذاری دیگه است، مثلا تنها 3.5 میلیارد دلار ذخایر تیل و نفت و گاز ما قیمت داره. 30 میلیارد دلار به اساس محاسباتی که ما کردیم همیان سکتور خصوصی افغانستان سرمایه‌گذاری کرده که تجارت ما روان است، هیچ جای قلت نیست. در دیرود قندار و روزگان یا در خندود بدخشان همه چیز پیدا میشه. این که مردم فقیر از قدرت خرید نداره، این مسئولیت وجدانی همگی است، اما سکتور خصوصی این مسئولیت مستقیم نداره. چرا وظیفه سکتور خصوصی ایجاد تشبثات است به قصد کسب منفعت حلال و مشروع؟ برای و چون به دولت هم یا مالیه میتن، باز مسئول گمرک میتن، همین بودجه دولتی هم متکی به شانه های سکتور خصوصی افغانستان است. و خوشبختانه سکتور خصوصی افغانستان امروز در 51 کشور دنیا رقابت میکنن. بعد سال 2017 یک ریسرچ کرده بودم، یک تحقیق کرده بودم، در او نقدینه مردم افغانستان در سراسر دنیا به 150 میلیارد دلار میرسید در داخل و خارج. درست. کمی 30 میلیارد فعلا در داخل افغانستان وظایف اقتصاد ملی افغانستان رو به شکل درست انجام میده، شامل عموم میتونیم کارهای بزرگ انجام بدیم. ولی یک چیز براتون میگم که تا با وقتی که ما یک آدرس رسمی نداشته باشیم، همو سرمایه‌گذار افغان که امریکا سرمایه داره پیسی خود آورده نمیتونه، چون ما از سیستم سویفت بین‌المللی محروم هستیم. بیمه میگای بانک جهانی ما رو تضمین نمیکنه و IMF با بعضی مؤسسات دیگه پشتیبانی نمیکنه. بنابراین باید ما امیر به حیث یک حقیقت به رسمیت بشناسیم که در انزوا پیشرفت ممکن نیست متکی به منابع داخلی محدود. بسیار تشکر برمیگردم. کمین زاده صاحب، خب در گذشته همون گونه که مطرح کردم، ناامنی و بی‌ثباتی یکی از بهانه‌های عمده بود که فراراه ایجاد زیرساخت‌ها و در کل در هر حوزه مانع فکر می‌کردن، گفتن که ایجاد میکنه. حالا که این بهانه وجود نداره، مانع ایجاد زیرساخت‌ها و زیربناها در افغانستان چی است؟ پتی که یک شک نشته که بده نړیوال ټولنې صدر او بتونه، ځکه موږ نشو کولای چې ډېرې غټې او لویې عمراني پروژې مخته بوځو، ځکه چې هغو ځینې وسایل په کار کېږي. هغې ته هغه وسایل ټول تاسو ته ښکاره ده چې ډېر د دنیا غټ غټ پیشرفته ملکونه یې نه لري، نو مجبور یو چې ځینې وسایل د نورو ملکونو نه، مثلا که موږ بند جوړوو، توربینونه باید د نورو ملکونو نه راوړو، یا د جرمني نه راوړو، یا د چین نه راوړو، یا د امریکا نه، یا د اروپایي ملکونو نه دې نه راوړو توربین د برق، ځکه ځینې محدود هیوادونه دي چې جوړوي. اما راشو د دغې سرک جوړولو په بخش کې تاسو ته باید عرض وکړم چې په دې کې شک نشته چې د افغان خصوصي سکتور اوس ښه تجربې نه برخوردار دی. دلته خارجي کمپنۍ هم چې کوم سرکونه ونیول، اکثره یې په افغانانو جوړول.
که اگه د پایو د انتقال په برق په بخش کې هندي کمپنۍ وي د باغی نیولی و در لائن نیولی و کسا مثلا 500 کلو ورد لائن خود طول دیمونگ افغانانو کار که دیر خط تجربه پیدا کریه در اوز پا دی افتخار که وشید افغان انویست شرکت اما اگه کارگران چه در اندیانو سای کار که وزمون کار چولی 500 کسان پا دی لائن مانده کار که چه در شبرغان تا دشت الوان پوری در 500 کلو ورد لائن در طول افغانی انجینران دی در ما یو مثال وویل نن پا دقی پرانستوانده که زل تما حضور درلو طول افغانی انجینران و افغانی زپ دی باندې موږ افتخار کوو چې الحمدلله دغه سرک نور کله روسانو جوړاوه اوس افغان جوړوي اوس افغان انجینر جوړوي اوس افغان بلدوزر کار او ګلیډر کار هلته کار کا اوس د افغان سیخونه استفاده کوو اوس به الحمدلله په راتلونکي نږدې کې به د افغان قیرونه استفاده کوو که خدای کول او په بسیار کوتاه مجزمبندی داشته باشم کمینزاده سه آنچه که شما از ظرفیت های داخلی میگین با استفاده از این ظرفیت های داخلی خود افغان ها فکر میکنین نهایتا حالا آسین برزدن میخواین نقش در تحول وضع در حوزه های مختلف افغانستان بازی بکنن؟ تا هیچ شکی نیست که بازی میکنه. ببین بزرگترین بلند منزلا را در امیال در کابل که جور میکنه سکتور خصوصی افغانستان جور میکنه. تعمیرهای بسیار معیاری را جور میکنه. در اوایل اگه جور شد چی مشکلات بود و ظرفیت موجود نبود. در حالی که دولت وقت $2.5 بیلیون به ظرفیت سازی چی کرد مصرف کرد جامعه جهانی. اما امروز الحمدلله سکتور خصوصی خوب ظرفیت داره. بسیار تشکر. حافظی سه باخرین صحبت شما رو میخوایم داشته باشیم. بفرمایید. جنبندی شما امی بسته به توان ملی ماست که اگر ما بتوانیم یک مراودی خوب به دنیا داشته باشیم و از تمام توان ملی خود در داخل و خارج استفاده کنیم از سرمایه‌ای که افغان‌ها در خارج دارن و در داخل دارن و در خارج از او جاذبه های بسیار زیادی اقتصاد افغانستان داره معادن داره و آبای سرگردان استفاده نشده داره زمین بکروبایر داره تمام از یا میتونه که سرمایه های بزرگ برای جذب کنه از دنیا اگر چین خارجی است اگر دبی جور شده با سرمایه خارجی است بنا به دلیل ما هم تمام دولت مستقر هستیم باید تلاش کنیم که امین مرابطه رو وجود بیاریم سپاسگزارم آقای ازرش حافظی آگاه مسائل اقتصادی و همچنان آقای شیرباز کمینزاده رئیس اتاق معدن و صنایع از حضورتون در این بخش از محور و تا لحظات دیگر برمیگردیم